اینم از روز جمعه. بهتون اگر بخوای دعوا کنی نه باید بری یا خونه آقا جوینا یا باید بری برام چه اینا بازی کنی فهمیدی دیگه برای یا بهش میگم تو بودو ببینم بودو ببینم بابا دلم هوای شهرمون رو کرد خوش مال تورنج که رفت مسافرت الان فصل مسافرته راستی میگفت چی؟ گردش علمی دانشجوها رو دست جمعی میبرن هم درس میخونن هم تفریح میکنن من که نتونستم ادامه بدم بذار حداقل تورنج بخونه و لیسانسشو بگیره تو با این علاقه‌ای که داری اگه همت کنی با همین دوتا بچه میتونی درس بخونی دلم که میخواد ولی به حرف ساده است راستیه داداش چه خبر؟ امروز ندیدمش خوابیده این روزا داره حساب کتابه شرکت رو میبنده خیلی کفریه هر سال تیرما که میشه همینه دیگه عصبیه حالا امروز هم که روز جمعه است گرفت ای بابا چه خبرتونه؟ زلم کردین یه روز جامعه هم نمیذارید توی خونه کپه مرگمونو بذارید بیا داداش این قدر تلفن شما آقا جونه اینم قدر تلفن خودم که پرداخت کردم شهرانه پول نداشتم برای شما هم پرداخت کنم شانس ماستی که چیه داداش تو همین چی بگم میگم اکبر کاش که آدم میشد بره تو یه تر دره تو یه جزیره دور افتاده یه آلونک بسازه خودش واسه خودش زندگی کنه خوشبال شیراب و گوزنا خوشبال کلاغا و کرگردنا چی شد داداش؟ کاشکی لک لک بودم تو مرداب انزلی زندگی آخه چرا؟ خب برای اینکه نه قصه کار دارن نه زنشون نق میزنه نه بچه هاشون سر صدا میکنن نه سماورشون میسوزه نه خرجی خونه میدن نه از صبح تا شب از دست همسایه و همکار و بچه ها قصده میشن یه روز جمعه رو هم میتونن استراحت کنن شما از کجا حالا میدونی اینقدر به این لک‌لک‌ها خوش میگذره داداش خب معلومه دیگه دوتا بغبغو میکنن مشکلشون حل میشه اون وقت 7 ساعت جلوی آفتاب میشینن و چرت میزنن یا 2 ساعت یه لنگه پا با میستن غروب خورشید رو مثلا نگاه میکنن کسی باشو کاری نداره
پس خیلی دوست دارین جونور بشین ها؟ بی تربیت؟ خودتون گفتین جونور نه یه چیز مثل لگ لگ گرگردن من جونور هم دیگه داداش نه اینکه قیافم عین کرگردن بشه آه. زندگیم عین اونا بشه جالبه جالبه میگم اکبر خوش به حال تو ترنج غم و غصه ای نداریم اون که الان مسافرت رو بهش داره خوش میگذره تو هم که تنهایی تو این خونه از صبح تا شب میشستی و سر طلاق خودت تو یه اقیانوس آرامش و سکوت زندگی میکنی شما از کجا حالا میدونید من اینقدر راحت هم داداش خب معلومه دیگه چون نمیخوای مثل من جونه برمش داداش اصلا چرا دست ریحانو بچه تو نمیگیری بری یه مسافرت مسافرت برات خوبه ها آب زیر پوستت میره هوایی عوض میکنی نمیتونم چون تا آخر تیر ما باید حسابای شرکت رو ببندم من احتیاج به تنهایی و سکوت دارم خب اونا رو بفرست برم بقیه بچه ها چی؟ خود قاسم؟ دادش، خیلی اصلا یک کاری رو کنیم قاسم اینا و ریحان اینا و آقا جون و عزیز جون هم با هم همگی برن مسافرت شاید یه زیارتی هم کرد نمیدونم خب اون وقت چطوری راضیشون کنی؟ تو کاریت نباشه با من نگران نباش همیشه دوست ببرم چی بگم؟ داداش نگران نباش مسخر میخوای بری بیرون؟ داری برمیگردی اون لباس رو خوشویی بگی بیار فکر کنم آماده باشه یه جعبم آلبالو بگیر میخوام مربای آلبالو درست کنم سه جعبم گوجه فرنگی سفارش بده برای روب سیب و خیارم واسه خودمون دو کیلو هم سیب زمینی دست این بچه هارم بگی ببر بیرون قول دادی ما رو به رگبار بستی ها مثلا امروز جمعه است میدون تربار بازه الان لیست میکنم یادت میره احمد بودو بابا بابا من قراره با روز جمعه برم کفش میکنم کفشم سوراخ شده منم مخم سوراخ شده بابا 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 من قرار نبود ما رو ببری پارک روز جمعه امروزم جمعه است دیگه من با شما به بهشتم نمیرم بابا سلام عزیز سلام مادر قربون دست یه زحمت بر من بکش این داروی بابا تو دارو خانه صحت بگیر بعد بیار چشم دست در نمارش مسخر بله صبر کن بیا اینم لیست خرید همون چیزایی که گفتم بخر یادت نره بفرمایید. قاسم امروز هم سر کاره. این لیست کتابایی که تو رنج داده بهت میدم برام از جلوی دانشگاه بگی. آخه امروز تو جمعه است. اب نداره داداش. تو رنج گفته این کتاب فروشی جمعه هم بازه. دست درد نکنه داداش. میدونی چیه قراره وقتی تو رنج اومد کمکم کنه تا تو کنکور شرکت کنم. مرسی داداش بیا. بله.
بله. Bağında üzüm kaldı, üzüm kaldı. Yemedin gözüm kaldı, gözüm kaldı. İki yemi kızının, iki yemi kızının aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli. Ham 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 ham. Azizin günün yasın, günün yok. بابا بابا از قرقای گل گل اومد سنبال اومد سیب اومد انار اومد این صفا عشق و وفا از قرقا بفرما پای هاست بفرما پای هاست ای بابا چش شده این؟ اینه برج زهرمار شده آدرس خونش هم قاطی کرده مقدس اکبر میگن تو مغز پیشرفته ای خب تو بگو من چی کار کنم من از این سر و صدا و حتی از شوخی های قاسمم خسته شدم بابا من میخوام تنها باشم یه اقیانوس سکوت و آرامش دلم میخواد عشقی دور برم نباشه بابا تو یه راهی پیش من بذار
چیزی گفت؟ ها؟ نه. سینه درد و سرفه مال پیریه فقط. این حرفا چیه؟ مال آلودگی هواست آقا جون. اصلا رادیو اعلام کرده اونه که سنشون بالاست از خونه نیان بیرون. خاله تو بگی ما چیکار باید بکنیم؟ والا من فکر میکنم باید بریم مسافرت. برید شما، هوای پاک، هوای خوب، هوای تمیز. این هوای آلوده برای شما و عزیز خطرناکه. حالا من گفته باشم، حالا من گفته باشم. آفرین اکبر، خدا همیشه به فکر من و آقاشه. شما هم که گوش نمیدین بابا جان. دی اکسید کربن خطرناکه، آدمو که نمیکشه، از پا میندازه. یعنی چی ننه؟ یعنی این که آدم سرگیجه میگیره، هزار تا مرض میگیره عزیز، هزار تا. آدم اصلا مرض اسمشو نبر میگیره. وای خدا نکنه. میگیره دیگه عزیز، میگیره. نه سلام داداش. ای بابا چه سلامی، چه علیکی. مگه چی شده؟ بابا این آقا جون و عزیز خفه شدن از این هوا، هیچ کس هم به فکرشون نیست. بابا هفته پیش بردمشون دکتر. ای بابا دکتر چیه؟ از این هوای تهرونی که دارن خفه میشن، حال ندارن حرف بزنن. خدا نکنه. خدا نکنه چیه؟ عوضی که دستشونو بگیری ببری شمالی، سفری، جایی، میگه خدا نکنه. وا داداش من ببرم؟ خب خودت بردار برو دیگه، خدا خیرت بده. آخه به من بدبخت که مرخصی نمیدن، اینقدر کار سرم ریخته. والا خودم هم دلم لک زده برای یه سفر. بالاخره خدا نکرده میترسم بلایی سرشون بیاد. خدا نکنه داداش. باز میگه خدا نکنه. دختر بزرگی، با عزیز صحبت کن، راضیش کن. با قاسم هم حرف بزن، یه جوری قال قضیه رو بکنین و بریم دیگه. اینطوری که نمیشه. من نمیتونم بیام. بابا احمد اینا هم بیا. بابا بریم. بابا من نمیتونم بابا. بیام، من کار زندگی دارم. بابا خب ما هم که نمیتونیم همینطوری بریم. آقا جون که پیره و مریض، میمونیم چند تا زن و بچه. اصلا بیا بریم دیگه. اصغر چرا نمیاد؟ به اون مرخصی نمیدن. بابا منم دست تنها، منم نمیتونم بیام. قاسم به خاطر آقا جون عزیز بیا بریم. دلت نمیخواد اونا یه آب و هوای عوض کنن؟ بابا جون بره خب آب و هوا عوض کنم، به من چه؟ اصلا نمیخوام، منم دیگه نمیام. این بود که میگفت اگه میرزا جونم بخواد بهش میدم. بابا خونه چی میمونه آخه؟ از خرا اکبر میمونن. خب بابا تسلیم باشه. بریم عزیز بگیر. بره چایی بر بابا بره. مسافرت؟ آخ جون احمد مسافرت. دیشب نشستم فکر کردم، دیدم خب شما هم حق دارید. دست بچه ها رو بگید آقا جون و عزیزم راضی شدن که برن، تورانم میره. خب تو هم برو با بچه های هوایی بخور. چطور شد به فکر ما افتادی؟
خب نرو. ما میریم. آخه میخواستم رب درست کنم. حالا که نخریدیم. مامان تو رو خدا. تو رو خدا. تو رو خدا. تو رو خدا. باشه. اصغر رو ما داریم میریم آقا جون شما جون خونه مواظب خودتون باش خدا مواظب آقا جون باش خدا خدا شما هم میومدی خیلی دلم میخواست منم باهاتون بیام ولی خب دیگه نشد جاتون خیلی خالی مواظب خودتون باشید خدا مواظب خودتون باشید میگم اصغر آی کلک همه رو دک کردی خودت موندی آزبه میگم قاسم آشماش مواظب بچه ها باش باشه باشه اصغر آقا جون به سلامت خدا رو یاد آقا جون خیر پیش به سلامت خوش بگذاری مواظب خودتون باشین آقا جون شده اینم حاجی لک لک البته نه تو مرده بنزلی و داخل خونه قدیمی راستش احساس راحتی میکنم جدا؟ پس یه لازم بکنید اینو بگیرید من میخوام خونه سروشینا قرار روی فیلم نامه خیلی مهم کار بکنیم بهت از اونجا زنگ میزنم اونجا از تنهاییت خوب لذت ببرید خب اکبر تو که مزاحمت و سر و صدایی نداری که نه بهتره من برم تو راحت استراحت بیام بابت همه چیز متشکرم خیلی خوشحالم کردی خیلی خوشحالی نه؟ پس یه لطفی بکن اگه داخل خونه تنها موندی و سر سر رفت سراغ کامپیوترمونه ببخشی نه قربان حالا بگذاریم از تنهایی خوب استفاده کن خداحافظ خداحافظ خیلی متشکرم قربانم مواظب خودت باش شما بیشتر باشه آخه Thank you.
این چنین مستقیم به توب ضربه زد. سدریک روسل که در اختیار دروازه‌بان استرالیایی تیم منچستر یونایتد قرار گرفت. اعلام خطا در میانی میدان. خطا از تدی شرینگهام به روی پل ویلیامز. این گونه بود صحنه خطا. پل ویلیامز به جلو فرا میخونه هم تیمی های خودش رو. این هم سدریک روسل هست. توپ رو دفع میکنن. کم کم حالا بازیکنان کاونتری جلو میکشند. طبیعی هست اگر منچستر یونایتد که میزبان هست حمله نکنه، کم کم کاونتری پیش میاد و برای رسیدن به گل تلاش خواهد کرد. چرا من صدا نکردی؟ تو روغن قل میخوره نمک و فل فل میخوره. آی بابا جونم دل دارم هم قول بدارم آمیز دو بدارم قربونه کباب و بناها و بر دارم.
کرده بی اثر خواهم گریست و عوض بیارده نمونه مونه 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 بابا 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 درست کنیم برد کنیم چه کبابی کبابش هم خوبه بده من ببینم بچه ها سرشو گره بازی اگه میتونیم بیتی که نخوریم سیر میشیم بچه ها بده ها میدیدم باده میبینم بریم ببینم باده باده خب بگی بگی نسوزی نسوزی بیا احمد بیا نسوزی یواش 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 بازی کنی خاک نه ادو ادو ببینم مگه وارد جنگل شدی؟ یه خود بخواب قاسم آقا خدا وکیلی هوا اینقدر خوبه هم که همش خوابیدی ای کاش خیالم از مغازه راحت بود یه 48 ساعت اینجا میخوابیدم خودتو به دکتر نشون بده من سالمه سالمم ورزشم میکنم بیا یازده ساعت خواب بوده خواب و خوراک نداره اصلا بهار دلکش رسید و دل به جان نباشد اگر که دل بردمی به فکر ما نباشد صبح دم بول بول بر درخت گل به خنده می گفت خوب رو یان را مهجدی نان را وفا نباشد خوب رویان را وفا نباشد همیست البته خانم بزرگ وفا داره Thank you.
انگار بهشون خیلی خوش گذشته. بی معرفت ها یه زنگ هم به ما نمیزنن. الو، الو، بچه ها کجایی؟ سلام داداش، فکر کردی من کیم؟ اکبر تویی؟ فکر کردم بچه ها به همین زودی دلت براشون تنگ شد؟ آره، یعنی نه، فقط به تنهایی عادت ندارم. راستش حالا که تنها شدم ذوق زده شدم. تو نمیای خونه؟ داداش گفتم که من با سروش دارم روی فیلمنامه کار میکنم، حالا اگر تنهایی حوصلت سر میره بیام خونه. نه اتفاقا خیلی هم سرحالم. پس خداحافظ. ببین ببین قد نکن. کاری داری داداش؟ نکن از تاریکی میترسی؟ نه چی، فقط خواستم یه خود با هم اختلاط کنیم. در مورد چی؟ هیچی، همینطوری. ببین داداش من وسط فیلمنامه ام، بعد خودم بهت زنگ میزنم. ببین زنگ بزنی ها. خیلی خوب داداش، خیلی خوب، خداحافظ. چندان با آتش نمیزنه، یک امتیاز از اولترافورد برای او بسیار با ارزش هست. منچستر یونایتد هست که باید به فکر سه امتیاز این دیدار باشه، یونایتدی که در این فصل هم رقابتی سخت رو با لیدز.
اومدن. سلام داداش. اکبر تویی؟ خیال کردم ریحان اینا. اونا که حالا حالا نمیان داداش. حالا حالا ها نمیان؟ چرا؟ خب لابود داداشون خوش میگذره. خوش میگذره یعنی چه اکبر؟ قاسم زنگ زد گفت که یه هفته دیگه هم میمونه. یه هفته دیگه؟ گفت حالا که از مدت ها فرصتی پیش اومده اومدی مسافرت به بچه هم که داره خوش میگذره ممکنه بعد از مدت ها از این فرصت رو پیش نیاد بازم میمونی. عجب اصلا به فکر ما هم که نیستم داداش. ناراحتی که اینجا نیستم؟ ناراحت؟ دارم از تنهایی دیغ میکنم اکبر. خب خودت خواستی که برن، خودت دوست داشتی که تنها بشی. خب آره ولی من نمیدونستم که اینجوری میشه. چجوری؟ میدونی؟ چطوری بگم اکبر؟ احساس میکنم که یه جوریم. میدونی؟ نه انگار پوک شدم اکبر، انگار آدم همیشگی نیستم. وقتی آقا مینا هستن، بچه ها، ریحانه، قاسم، عزیز، ترنج، ترلان، احساس میکنم یه کسیم، تنها نیستم، چند نفرم، پسر آقا، شوهر ریحانه، پدر بچه ها، داداش آبجین، دایی بچه های آبجین. اما حالا ببین داداش، میفهمم، خیلی خوب میفهمم. ببین داداش، زندگی یعنی همین، زندگی خیلی مهمه. زندگی یعنی هویت آدم ها، هویت آدم ها با خانواده شونه که معنا پیدا میکنه. آدم هایی که خانواده ندارن هویت خاصی دارن. داداش میدونی کدوم هویت از همه مهمتره؟ هویت خانوادگی خیلی مهمه. آره اکبر تو راست میگی. وقتی بچه ها نیستن و انگار یه چیزی گم کردم. راستش چجوری بگم؟ این گربه‌ای که دنبال دنب خودش میچرخه و چرخ میزنه و گیج و ویج میره. میدونم داداش، میدونم. انشالله دوران فراغ سر میاد و همه بر میگنه سر خونه زندگیش. انشالله. خیلی خوب داداش، من دیگه باید برم. کجا؟ بمون. ببین داداش، من اومده بودم خونه، این دیسکتی که توش فیلم‌ها رو ریختیم بردارم، بعد با سروش در رابطه با یه فیلم‌ها خواستم صحبت کنیم که خیلی مهمه. فیلم‌ها خیلی مهمه. حالا حتما باید بری؟ اگه تو بخوای میمونه. نه نمیخوام، برو. ولی راستش من یه جوری هم انگاری به قول عزیز چیه دلم رخ میشورم. میدونم داداش، میدونم. واسه همین هم پیشت میمونم. نه نمیخواد، برو تو، برو به کارت برس. کاری با ما نداری؟ نه برو. داداش فقط سعی کن شبا خوب بخوابی. خوب خوابیدن خیلی مهمه. خیلی خواه اکبر. بله.
راستش وقتی شبا میخوابم کابوس میبینم، بعد یه مرتبه از خواب میپرم میبینم نصف شبه، بعد دوباره میگیرم میخوابم، بعد خواب میبینم، خواب میبینم یه بچه 7-8 ساله‌ام یواش یواش بزرگ میشم تا میرسم به امروز خودم، بعد یهو از خواب میپرم میبینم 5 دقیقه هم نیست که خوابیدم، نمیدونم یه حالی هم دیگه. داداش بهترین راهی که خوب بخوابی میدونی چیه؟ اینی که گوسفند بشماری. ها؟ گوسفند بشماری. یعنی چی؟ یعنی که شب که میخوای بخوابی بگی 1 گوسفند 2 گوسفند 3 گوسفند 4 گوسفند 1 گوسفند 5 گوسفند 2 گوسفند 6 گوسفند 3 گوسفند 7 گوسفند 8 گوسفند 9 گوسفند 10 گوسفند 11 تا بلکه هم 12 تا گوسفند 13 تا گوسفند 34 تا گوسفند 35 گوسفند 36 گوسفند Thank you.
الو اکبر چی شد داداش؟ همین الان اومده داداش داداش با چیش اومدی؟ داداش چی شده؟ دستت چرا مشت داری؟ چرا باز نمیشه؟ داداش با دکتر قلیل رو زنگ بزنم نه اول بهتر که به قاسمینا زنگ بزنم خوب شد شماره که دیشب بهم دادن حفظ کردم به قاسمینا رو زنگ بزنم الو قاسم سلام آره اکبرم ببین آب دستتو بذاریم بیاین آره حالا بهت میگم نه یه اتفاقی افتاده قاسم خیلی مهمه خیلی حالا بهت ببین بقیه چیزی نفهمن آره داداش اصغر اتفاقی براش افتاده حالا بهت میگم من منتظرتونم خداحافظ زود میان به دکتر قندی زنگ بزنم دلت بسوزه من و احمد رفتیم جنگل کم مونده بود شیر و پلنگ برسیم دلت تو هم بسوزه من و حمیده با هم دیگه نشستی عروسک بازی کردی بهتر از جنگل بود خب بچه ها شما رفتیم خوش گذشت بله خیلی کجا رفتیم چیکار کردیم دریا آبازی کردیم آبازی هم کردیم دریا دریا خوب بود؟ خیلی دوستش داشتین دریا رو؟ جنگل چی؟ جنگل هم رفتین؟ آره جنگل چطور بود؟ خوب بود حیوناش هم دیدین؟ شیر و پلنگ و بز و آه اینا هم دیدین؟ آره خیلی خوبه بچه ببینید زهر و مریچه رو دارن با هم بازی میکنن برید شما هم باشون بازی کنید بازی میده آخری بازی دکتر میگفت چیزیش نیست خدا رو شکر یه اسپاسم عصبیه یه مدت که استراحت کنه حالش خوب میشه اصغر سابقه یه همچین مرضایی نداشت فوقش خروسک میگرفت و صداش سرگه میشد وقتی به اعصاب فشار میاد آدم دچار اسپاسم میشه بهش میگن گرفتگی عضلانی میگم خانم دکتر منم بعضی موقع قلنج میکنم خیلی به فشار میاد کاریش نمیشه که من وقت گیر آوردی آقاسم خب راست میگم دیگه آخ میگم خوب شد اکبر بود و به موقع به دادش رسید وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرش میومد اما من میگم سزای کسی که همگی ما رو دک کنه بریم شما که خودش تنهایی بمونه کیف کنه همینه ولی اصغر به تنهایی نمیتونست این کارا رو بکنه یعنی به گروه خونش نمیخوره ها حرفایی میزنی قاسم تو نه آخه من فکر میکنم یکی باش همدستی کرده تو را من یه تلفن باید بزنم یادم دارم ولی قاسم هر چی خوش گذشته بود بهمون از دماغمون در اومد آره ولی ببین میگم چقدر خوب شد که میرزا و خانم بزرگ از شمال یه راست رفتن مشهد زیارت
کجا میری؟ کجا دارم که برم؟ میرم سر حضار بشورم. منم باید بیام. مگه میرم سفر قندهار که تو بیای؟ منم باید بیام. باشه بیا.